بسم الله الرحمن الرحیم. جهانبینی مؤمنان، سخنران استاد علی اکبر رائفی پور، یکم بهمن ماه 1394، شیراز. یه چیزی بهتون بگم، میخورده جگرتون بسوزه، خیلی هم براتون لازمه. 70-80% نفت کل دنیا دست شیعه است. یه بار دیگه تکرار کنم، 70-80% نفت کل دنیا دست مسلمان، نگفتم دست چیه؟ شیعه است، یعنی در مناطق شیعه نشین. انگار از 1400 سال پیش یه دست قشنگ شیعه ها رو کنترل میکرد، رو مناطق نفخیز میشست. عربستان که نمه ادعای داشتن نفتش میشه، تو مناطق شرقیشه که همه شیعه نشینه. یک منطقه هم در جنوب داره که شیعیان چهار امامی هست، 12 امامی هست، اما بازم شیعه هست، اما اکثریت تو مناطق شرقی. بعد ایران شیعه، عراق هم چیه؟ شیعه. خیلی عجیب نیست به نظر؟ مگه شیعه چند میلیون تو دنیا؟ 300 میلیون از 7 میلیارد. 3% جمعیت دنیا صاحب 70-80% نفت دنیا باشه، طبیعیه. اینا واقعیت عزیزم. این تنگه هرمز، این نفت عربستان اینجا، اینم نفت ایران اینجا، اینم نفت عراق میخواد صادر بشه، همه میاد از این لبه رد بشه. 14 تا نقطه تو دنیا اصلا خیلی مهمه، استراتژیکن، راهبردین. 2 تاش دست ایرانه، یعنی 1% جمعیت دنیا صاحب 1/7. 2/14 میشه 1/7. 1/7 نقاط مهم دنیاست. اون یکیش چیه؟ جزایر سگانه، تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسی. حالا فهمیدی چرا امارات شر رو ور میگه سر این جزایر؟ برای همین، چون مهمه. وگرنه چرا میگه جزیره فارسی؟ چرا میگه جزیره سیری؟ چرا میگه کیش قش؟ چرا اینا مهمن؟ جزایر سگانه به خاطر اینکه نقطه عمیق خلیج فارس، از لای اینا رد میشه. بقیه خلیج فارس عمقش متوسطش 40 متره، میگیره کف کشتی‌ها، اینجا رد میشه. تنگه هرمز هم کشتی‌ها از اون بخشی که سمت ایرانه میتونن رد بشن، چون اینور عمقش کمه. ایران فقط کافیه تنگه هرمز رو ببنده. تمام کن. خوب دقت کن. اینا که دارم بهتون میگم هیچ ربطی به چپ و راست نداره. به امنیت ملی من و شما. گفتن چیکار کنیم پدر ایرانو در بیاریم؟ یه کاری کنیم نیاز به نفتش وجود نداشته باشه. 2، تنگه هرمز هم خواست ببنده، ببنده، هیچ اتفاقی نیفته. 3، حزب الله هم بهتون میگم. خب نفت ایران نباید بخریم. مگه میشه صرفه‌جویی کنیم که نفت کمتر بخره؟ آمریکایی که اضافه تولید گندمش رو میریخت تو دریا که قیمت گندم بالا نگه داره، گفت تولید گندممو کم میکنم، تو دریام نمیریزم، پس گندم کمتر میکارم. زمینایی که میخواستم گندم بکارمو جاش ذرت میکارم. آمریکا ذرتو نمیخورم، چیکار میکنی؟ تبدیل میکنم به الکل، ماشینا رو عوض میکنم، به جای سوخت بنزینی سوخت هیبریدی داشته باشم، الکل میریزم تو بانکش. کاهش مصرف بنزین، کاهش مصرف چی؟ نفت. این کارو کردن. 2، برادر عربستان تولیدشو ببره بالا. عربستان چون نفتشو تولیدشو افزایش داد، چاهاش ریزش میکرد، گفت فدای سر امریکا بذار ریزش کن، ایرانو قراره بزنه. این از نفت. تنگه هرمز اینا اومدن از اینجا، قرار بود نفتشو اینجا صادر میکردن، چون همینجا دم دست یه خط لوله آمریکایی‌ها براشون کشیدن وسط عربستان، گاز و نفت آوردن از زیر مکه، رسوندن به دریای سرخ. یعنی تو اینجا رو ببندی، اینا از این طریق میتونن نفتشون رو چیکار کنن؟ صادر کنن. اینم یه خط لوله هم کشیدن از طریق امارات، یکم از سمت عمان. که تو تنگه هرمز هم بستی چیه؟ یکی هم نصف نیمه پوچ. خدا گفت حالا نوبت برگ منه، نوبت منه. خدا یهویی یه چی رو کرد، کپ کرد آمریکا. باز دوباره یه دست عجیب غریبی اینا رو برده یه جای خاصی چیده. آقا تو یمن که اصلا من و شما شیعه های یمنی رو حساب نمی کردیم، انقلاب کرد. انقلاب کردن. حالا پرچم ما چیه؟ سبز، سفید، قرمز. 22 تا الله اکبر داره، 22 بهمن. وسطش هم یه اللهیه که لا اله الا الله هم هست، گل لاله هم هست که نمادش. اونا پرچمشون چیه؟ همون اول الله اکبر، بعد الموت لامریکا، تو پرچمش نمیشه مکبر آمریکا، بعد الموت لاسرائیل، 3 لعنت علی یهود، یارو تو پرچمش نمیشه لعنت بر یهود، بعد آخرش نمیشه النصر للاسلام. اینا رهبرشون یه آدمه عادی اونجا، اصلا عربستان همیشه اینا رو زده تو سرشون. فقیرترین کشور عربی دنیا یمنه، ثروتمندترین کشور دنیا عربی دنیا عربستان. نقشش چه شکلیه؟ این مناطقی که شرقشه، این شرق خودمون، بیابونه استانای حضرموت و اینا، هیچ کف دست یه تخم مرغ بزنه برات 1 کیلومتر دیده میشه. این طرف کوهستانیه. شیعیان دقیقاً کجا؟ تو همین منطقه، که فتحش بسیار سخت، چون یه تک تیرانداز می‌بینی یه گردانو زمین گیر موندن توش. حالا اینجا چه اهمیتی داره؟ تنگه هرمز چقدر مهم بود؟ این تنگه که اینجا هست اسمش باب المندبه، از تنگه هرمز از نظر من 4 تا 5 برابر مهم‌تره.
چرا؟ چون این کلن دو تا دنیا رو به هم میچسبه، شرق و غرب و این به هم متصل. کشتی که از چین و هند، کشور بزرگ اقتصادی دنیا، میخواد راه بیفته سمت اروپا، ببخشید این خر که نیستن بیان از این ور اینجوری بیان برن که اینو قاره آمریکا رو دور بزنن. میان چیکار میکنن؟ از اینجا میان این باب المندب کنار یمن. این ورش کیه؟ کشوری که مسخرهش میکنید و اصلا مسخره نداره، جیبوتیه. بله. کاری هم که سیاستمدارای ما کردن به غایت اشتباه بود. خیلی مهمه اون ور باب المندب دستش. تنگه باب المندب تنگتر از تنگه هرمزه. شما میگی کشور کوچیکه اما چیه؟ اثرگذاره. حالا این کشته میخواد بیا اینجا رد شه و اروپاییه با چین کار داره، درسته؟ اونم میخواد بیاد از اینجا رد شه. جسارتاً اگه اینجا بسته بشه که خیلی ساده میشه بسته بشه، چه اتفاقی میفته؟ این کشتی که از اروپا راه میفته میاد اینجا جبل طارق، بعد از اینجا تنها راهی که مونده میاد پایین، میاد پایین، اینجا قاره آفریقاست، میاد پایین‌تر، میاد پایین‌تر، میاد شاره این وسط آفریقا میاد رد شه که پا نداره کشتی، میاد پایین‌تر، میاد پایین‌تر، میاد پایین‌تر، این قطب جنوب این سفیده. خب از اینجا دوباره میاد بالا، میاد بالا، اینجوری میاد میاد میاد، یعنی به تور سومالی و دوزه دریایش نخوره و میاد باید از این ور میره. بدبخت یه سال تو راهه. آیا دیگه میتونی توی تولید کالا رقابت کنی با کشوری که هزینه حمل کالاشون خیلی پایین‌تره؟ زمینی هم جسارتا نمیتونی. چرا؟ چون این ایرانه، این وسط دریاست، بالاش هم روسیه است. چیده خدا. قشنگ اینجوری شد. یه خورده شیعه چهار امامی لازم داریم اینجا، خب تو بیا اینجا، یه دوازده امامی خورده اینجا لازم داریم. گفتم کافر باشم مریخ بیا نگاه کن، اصلا چیده خدا، از مریخ بیا نگاه کن، اصلا کافر باشم، فضایی باشم، بیا من حرفون غیر منطقی یا نه؟ فکر کردید چی شده الان یه خورده ما عربستان سرشاخ شدیم، رئیس جمهور چین دوره افتاده، اول میره عربستان بعد میاد ایران، میگه بدبخت نشیم یه وقت. همه چی شد؟ اینه وزیر آلمانی دوره افتاده، اول ایران بعد عربستان بعد کنفرانس امنیتی مونیخ. آقا تو رو خدای بخش چیزی نشه ها، ما بدبخت میشیم. نگران خودش. آقا ما که دو تا نقاط استراتژیک دنیا رو داشتیم، یوی سومیش هم اومد و این نکته جالب‌تر بهتون میگم، چهارمیش هم اومد. چهارمیش واسه چی آقا؟ این که این لوله است، دریای سرخ، میبینید بالاش کانال سوئز، پایینش باب المندب. یه لوله رو چه یه سرشو ببندی چه دو تا سرشو ببندی، دیگه آب ازش رد، این لوله چه یه باب المندب بسته باشه چه بالاییه، دیگه برای اینا فایده‌ای بگید. یعنی عملاً چهارمی هم اومد این طرف، یعنی یه کشور اثرگذار بر چهار تا از نقاط استراتژیک دنیا از 14 تا که این 4 تا جز مهمتریناشه، یعنی وزنش با اون بقیه اونا یکی نیست. باب المندب 48% نفت دنیا اینجا میشه، 48% نفت کل دنیا. این جزیره که شما میبینید اینجا اسمش میونه. این جزیره رو میگن هر کی صاحبش باشه واقعا ناظر بر تردد 48% نصف نفت دنیاست. ملکه پدر سوخته انگلیس، نه این یکی، او قبلیه، الیزابت قبلی، مجلس عروسیشو تو این جزیره گرفت. از اونجا اومد که بفهمونه اینجا مال کیه؟ بریتانیاست. حالا فهمید چرا اینا هی میخوان عدنو بگیرن؟ عدن اینجاست. عدنو بگیرن بیان این حاشیه رو بیان بالا، کل ساحل از دست نیروهای همفکر ما بگیرن که همینا شیعه هم نیستن و سنیای هم اصلا مثل سنیای غزن که ایرانو قبول داره، عربستان قبول. خب یه چیز دیگه مونده بود، یه سری نیروهای هستن همفکر ما، خیلی قدرتمند لحاظ نظامی نیستن اما اثرگذارن. خرسو دیدی با اون گندگیش از زنبور میترسه، چند تا جونوری جرأت میکنه با خرس در بیفته، شیرم با خرس در نمیفته چون این ضربات پنجه خرس و چکاش خیلی بده، اما زنبور میاد روی نوک دماغ، جایی که موداره رو نمیتونه بزنه، نوک دماغش پوزش که خالیه، میسه پدرشو در میاره. حزب الله برای اینا شده زنبوری که کنار چیه؟ یه خرس نظامی مثل اسرائیل. باز دوباره کار خدا برات. ببین عزیز دل من، این صهیونیستا اومدن فلسطینو گرفتن، این فلسطین چه جوری گرفتن؟ 2% زمین خریدن، 3% انگلیس بهشون زمین داد، قیمومیت فلسطین دست انگلیسا بود 1948، همین چی شد؟ بقیه رو گرفتن با جنگ. پس اینی که میگن اینا خودشون زمین فروختن، پدر سوخته ها بخشی از حقیقت رو میگن. چند درصد فروختن؟ فقط 2%. 3% هم غلط کرده بریتانیا، اما مال مردم بخشیده، قبول، اون 3% هم مال شما. 5% تو چه غلطی میکنی الان 70-80% فلسطین گرفتی. لبنان کجاست؟ این شماله، این زرده کوچولو لبنانه، از فلسطین هم کوچکتر. یک کشور عجیب غریب 4 برابر جمعیتی که داره لبنانی داره که کشور دیگه. لبنان هیچی نداره، نه منابع داره،
نه نفت داره، نه گاز داره، هیچی نداره. پولش از کجا در میاره؟ اون چهار برابر جمعیتش که بیرون کار میکنن پولاشونو میارن تو لبنان. دور تا دورم این وسط همه اهل سنت، یه هوی یه هوی این ته لبنان این پایین یه عده شیعه هم برده گوشت اونجا مهرهاش داشته میشه. کی؟ 1400 سال پیش ابوذر رو تبعید کردن شامات، عمدنم جایی فرستادنش که کسی از اهل بیت رو نمیشناسه، به اهل بیت هم توهین میکنن. ابوذر رفته اونجا از اهل بیت گفته تخم تشیع و کاشته، 1400 سال بعد شده حزب الله لبنان. با این خدا بازی نکنید، بعضی از نقشاش 1400 سال است، نه عمر تو قد میده نه ننه بابات. اینا که این پایین بودن با موشک هی شمال اسرائیل رو میزدن، پدر اینا رو در آورده زنبوری میده نیش میزدن در. تاریخ این 15 سال رو برات گفتم کیف کن با این جزئیاتی که تا حالا شاید ندیده بودی. ببین 2001 شرق تو گرفتن، خوب دقت کن، 2003 غرب تو گرفتن، ترکیه آمریکایی، جمهوری آذربایجان آمریکایی، ترکمنستان آمریکایی، افغانستان که گرفته، پاکستان آمریکایی، جنوب این جغل مغله کشورهای عربی هم که چی آمریکایی، عراق هم که گرفت، دور تا دورش رو گرفت. برنامه‌ریزی شده بود 2001 افغانستان، 2003 چی عراق، که دیگه خود ایرانو بزنن با خاک یکسان کنن. نفتو حل کردن، تنگه هرمز هم حل کردن، یه جا مونده حزب الله لبنان، اونم 2000 چی 6 2007 بیان ایران. تو 2006 اینا اومدن و از قضا زاییدن. چهارمین ارتش دنیا و پنجمین ارتش دنیا از ارتش الله شکست خورد. 33 روز جنگیدن حزب الله، فقط 48 داشت. شاهکاره آقا، آمریکا میگفت لامصب من این شرق و غرب ایران نگه داشتم بجم دیگه، میگفت نمیتونم با من موندم اونجا، اون اونجا خرابکاری کرد، شیر تو شیر شد، اینم نتونست این دوتا رو نگه داره، یه هر دوتاش افتاده است. اینا یه لحظه به خودشون اومدن ایران که قبلا اینجا بود، این عراق و سوریه هم چیه با ایران، اینم که اسرائیله که، اینا زمینی رسیدن به ما، اینا ریختن به هم. ملک عبدالله ملعون میگه، به اینا یاد میده، میگه ما از گروه های چریکی معتقد شکست خوردیم، باید گروه های چریکی معتقد بسازیم. کی؟ تنها راهکارمون ایران. مگه زمینی نرسیده به اسرائیل؟ بین سوریه و عراق تو این بیابونای کشور درست میکنیم، جدا میکنیم، دقیقا نقاطی که دست کیه؟ داعش. آقای موشه یعلوم وزیر جنگ اسرائیل تو کنفرانس هرزالیا برمیگرده میگه ایران یه مچ داره خیر ما رو گرفته، باید اینو بشکنیم. سال 2006 رفتیم مچه رو بشکنیم، چیا بودن؟ حزب الله. دار و ندار تو مدین و سید حسن نصراللهی بفهم. بعد گفتن بابا این موچ رو نتونستیم بنازیم چون بازو خون رسانی میکرد. سوریه این بار اول بازو رو قطع میکنیم، موچ میافتد، بعد سراغ بدن میره. نفت رو حل کردن، تنگه هرمز رو حل کردن، خدا تو این 7-8 ماه یمن رو براشون میکرد. عربستان وحشی شده، نمیبینی چه کارایی میکنه تو یمن مونده. این نقشه یمن، این مناطقی که قرمز دست القاعده است که عموما چیه؟ بیابونه. این مناطقی که سیاه دست عربستانیا و نیروهای منصور هادی که تو اخبار اسمش میشه، این مناطقی که این طرف دقیقاً تو مناطق کوهستانی و ساحل دریاست، هم دقیقاً ساحل دریا رو می‌خوایم، اینجا دست انصار الله نیروهای منصور هادی هست. ببین حالگیری خدا رو نگاه کن چه اتفاقی افتاده. دقیقه 90 روسیه هم اومد سمت ما، دقت کن. سیه وقتی پوتین اومد ایران با قرآن اومد، می‌بینی معنیش چی بود؟ یعنی این که تو کل مسلمان‌ها ما برداشت شما از قرآن رو قبول داریم، وگرنه ما مسلمونی تو ترکیه که پشت خنجر میزنه و تو عربستانی که وحشی پرورش میده ما ندیدیم. صاف هم از فرودگاه اومده رفته بیت رهبری و به رئیس جمهورم وقتی سفر کرده اونجا چی بهش هدیه داد؟ سپر. سپر یعنی چی؟ مقاومت. اینا توی روابط بین الملل خیلی معنی داره، یعنی وایستید عزیز من. اینا نفت رو حل کردن، تنگه هرمز رو حل کردن، فقط تنها چیزی که لاین حل مونده و میخوان حلش کنن مقاومته، چه در یمن چه در سوریه و لبنان. دست از سر مقاومت برداشتن یعنی شمشیر خودتو بندازی زمین، چنان بزننه. صدام آدم خودشون بود یا نه؟ حسنی مبارک آدم خودشون بود یا نه؟ بن علی آدم خودشون بود یا نه؟ قذافی آدم خودشون بود یا نه؟ به آدمای خودشون راه نمیکنه منو تو پیشکش. شما میبینی هر چی اینا تکفیریا رو علیه ما تندتر کردن، ادبیات رهبری مملکت علیه اسرائیل تندتر شده. اسرائیل حرامزاده، سگهار، نجس، عبارت رو نگاه کنید، در مورد هیچ جای دیگه استفاده نشد. ما اون موقع حزب الله نداشتیم عزیز دلم، الان داریم. دست دست با خطا کنه این سگا بیان پاچه ما رو بگیرن، ما با سگه کار نداریم، کیو خیرشو میگیریم؟ صاحبشون. الان امیدوارن ما از داخل بریزیم به هم. آخرین بازیشون دارن چیکار میکنن؟ مسلمونا رو میخوان جلو مسلمان. اینا اینجوری که اینا استاد پدر سوختگی هن، یه میگه که تو فوش بده که. اما عزیز من ببین
پینوکیو چوب چوب بعد 80 قسمت آدم شد. فهمید بالاخره این گربه نرو رو با مکار پدر سوخت. شاکی شد. من پدر جپتو گفت نه من دیگه فهمیدم. فرشته مهربون. من متوجه. بعضی هستن بعد 80 سال آدم نمیشه.